مجبورم یک مطلب یا دو مطلب رو در بارش صحبت بکنم اگه وقت باشه و میدونین که در روزهای گذشته صحبت از این میشه که آقای خمینی در سال 1342 نامه به کندی رئیس جمهور آن زمان آمریکا نوشته و در این نامه چنین مطرح کرده که اون حافظ منافع آمریکا و طرفدار آمریکاست. من امروز نمیخوام در این مورد صحبت بکنم که آیا این نامه واقعیت داره یا واقعیت نداره و خوب میدونیم که سندی در سال 1980 از سازمان سیاهی آمریکا منتشر میشه و این سند در واقع بازگوی این نامه آقای خمینی به رئیس جمهور آمریکا کندی است ولی آن چیزی که امروز به نظر من اهمیت داره اینه که چطور آمریکا فریب شخصی مانند خمینی رو میخوره و به دام خمینی میافته اگه یاد داشته باشین آمریکا و سفیر آمریکا در تهران آقای سالیوان همیشه مطرح میکرد که شاه باید بره شاه دیگه نمیتونه در ایران بمونه و اون چنین مطرح میکرد برای آشتی بین ارتش شاهنشاهی و خمینی باید اقدام کرد و جمهوری اسلامی باید تشکیل بشه تا منافع آمریکا در ایران حفظ بشه اینو سفیر آمریکا سالیوان مطرح میکرد جالبتر از این اینه که دیروز آقای ابراهیم یزدی در عکس به این خبری که پخش شده در رابطه با نامه آقای خمینی به کندی چنین مطرح میکنه که چند هفته قبل از انقلاب اسلامی ایران رابطه نزدیک با آمریکا داشته از سه کانال مختلف با آمریکا مذاکره میکرده در سال 1979 و چنین مطرح میکنه که دو کانال در ایران بوده آقای بازرگان و بهشتی با سفیر آمریکا در تهران سالیوان ملاقات میکردن و مهمتر از همه اینکه شخصی یک مقام بلندپایه آمریکا در پاریس در کنار آقای خمینی بوده شخصی به نام زیمرمان و با اون ملاقات میکرده و مذاکره میکرده و به نظر میرسه در تمام مذاکرات در پاریس خمینی به آمریکا وعده میداده و قول می میداده که از منافع آمریکا در ایران حفاظت بکنه و نگذاره ارتش شاهنشاهی ارتشی که وابسته به آمریکا بود این از هم بپاشه و جالب اینه که سالیوان سفیر آمریکا در تهران به کارتر چنین مطرح میکرد که شاه باید بره زیرا افسران شاه میخوان کودتا بکنن برای شاه و سرکوب بکنن جنبشی که در ایران به وجود آمده و از کارتر میخواد که فشار بیاره به شاه که از ایران خارج بشه و جالب اینه که کارتر نماینده ویژه خودش آقای هایزر جنرال هایزر رو به تهران میفرسته و پیامی برای افسران ارتش شاهنشاهی میبره که سر جای خودشون بنشینن و کودتا نکنن اون چیزی که امروز من میخوام مطرح بکنم و کوتاه مطرح بکنم اینه که چطور آمریکا به دام خمینی میافته ببینین کتاب ولایت فقیه خمینی که طرح حکومت خودش رو مطرح کرده در سال 1971 یعنی 8 سال قبل از انقلاب اسلامی به چاپ رسیده هشت سال قبل از انقلاب اسلامی خمینی نوع حکومتی رو که میخواد در ایران تشکیل بده در این کتاب مطرح میکنه در سال 1971 خمینی در مسجدی در نجف تز خودش رو مطرح میکرد و به منبر میرفت من خود من به عنوان خبرنگار در سالهای هفتاد به نجف مسافرت کردم و دیدم که آقای خمینی حکومت اسلامی خودش از بالای منبر مطرح می کرد و افراد مهمی مانند حیدر العبادی که امروز نخست وزیر عراقه جعفری که نخست وزیر سابق عراق بود و المالکی که نخست وزیر سابق عراق بود پای منبر آقای خمینی می نشستن و اون از انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی صحبت می کرد ببینید در کتاب آقای خمینی در یک بخش چنین آمده من نقل قول میکنم از آقای خمینی از کتابش نقل قول میکنم میگه فقه های عادل باید رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی را مستقر بکنند کتابی که هشت سال قبل از انقلاب اسلامی منتشر میشه چنین میگه یعنی خمینی میگه که علما باید حکومت بکنند و نظام باید نظام اسلامی باشه و تمام اجتماع باید طبق قوانین قرآن اداره بشه و سوال اینه که چطور آمریکا و سازمان سیای آمریکا اطلاعی از این کتاب نداشتن و به سادگی به فریب میخورن و به دام آقای خمینی در پاریس میافتن جایی که آقای خمینی به اونا قول میده به منافع آمریکا حمله نکنه ضربه ای نزنه و ارتش پادشاهی رو نگهداری بکنه در سال 1973 بینندگان عزیز آقای نیکسون رئیس جمهور آن زمان آمریکا شخصی به نام ریچارد هلمز را ریچارد هلمز که هفت سال رئیس سیایی آمریکا بود به ایران میفرسته تا اونا سفیر آمریکا در تهران میکنه ریچارد هلمز تا سال 1976 در ایران سفیر بوده در زمان شاه او کسی بوده که تعیین کننده سیاست داخلی و حتی خارجی و نظامی ایران در ایران بوده آقای ریچارد هلمز سوال در اینجاست که چطور امکان داره سیای آمریکا و شخص رئیس سابق سیای آمریکا از تز خمینی حکومت اسلامی او ولایت فقیه او اطلاعی نداشته باشند و به دام فریبهای خمینی در سال 1979 در پاریس بیفتند مطلب دیگری که میخوام با شما مطرح بکنم به نظر من بسیار اهمیت داره بینندگان عزیز مصاحبه است که آقای عادل الجبر وزیر امور خارجه عربستان با روزنامه بسیار معروف فرانکفورت الگماین سایتونگ آلمان کرده یعنی موقعی که آدم این مصاحبه رو میخونه مانند اون مثالی است در ایران که میگفتن دزدی خانه ای را زد موقعی که جمعیت حرکت می کرد و می گفت و دو بگی خود دزد جلوتر از همه می دوید و می گفت آی و دو بگی و دو بگی به امروز نقش الجبر در مطبوعات جهانی چنینه که سعی بکنه تمام اتفاقاتی که در منطقه و تروریسم اسلامی و پدیده تروریسم اسلامی رو به مسئولیت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در سال 1979 قرار بده گرچه من شک... شکی ندارم که جمهوری اسلامی یکی از مراکز تروریسم جهانی است. من ده ها بار در همین برنامه درباره جمهوری اسلامی، تروریسم اسلامی در جمهوری اسلامی و سرقتی که رهبران جمهوری اسلامی انجام دادند، ها بار در این مورد صحبت کردم. ولی صحبت امروز من درباره مصاحبه آقای الجوبر با روزنامه معروف فرانکفورت آلگماین سایتونگ آلمان بینندگان عزیز میدونین که دیروز آقای بانکیمون عربستان سعودی رو محکوم کرد و در لیست سیاه قرار داد به خاطر کشتن کودکانی در یمن کودکان یمن اینو در اخبار شنیدید و با بانکیمون چنین مطرح میکنه و شدیدا عربستان رو محکوم میکنه و نام عربستان رو در لیست سیاه قرار میده بینندگان نشریه سیاست خارجی آمریکا چند روز پیش چنین می نویسه که حتی دولت آقای اوباما تصمیم می که بمب های رو دیگه در اختیار عربستان سعودی قرار نده زیرا عربستان سعودی در یمن از بمب های استفاده می کنه و عده زیادی کودک و بی‌گناه با این بمب های خوشه ای به قتل رسیدن عادل الجبر در مصاحبه با روزنامه فرانکفورت آلگماین سایتون چنین میگه میگه که جمهوری اسلامی منفوره اثرات توافق اتمی درش قلوگویی میشه اینه زیادگویی میشه در رابطه با اثرات توافق اتمی و او چنین مطرح میکنه که ایران صادر کننده اصلی تروریسم و تحریمها ها برای ایران باقی خواهند ماند در آخر مصاحبه آقای الجوبر چنین مطرح میکنه با روزنامه فرانکفورت آلگمان سایدونگ آلمان که آمریکا به عربستان و کشورهای عربی تضمین داده که در مقابل تهاجم ایران از اونا دفاع بکنه یعنی تمام کوشش آقای الجبر در این مصاحبه تخریب توافق اتمی است او چنین مطرح میکنه که پدیده تروریسم جهانی پدیده تروریسم اسلامی و میلیتاریسم اسلامی از سال 1979 با انقلاب اسلامی ایران شروع شده الجبر چنین مطرح میکنه در این مصاحبه که دویست و هفتاد سال وهابیت در عربستان خدمت داره و هفتاد سال وهابیون با شیعیان عربستان سعودی و با شیعیان در صلح زندگی کردن آقای الجبر فراموش میکنه که در سال 1802 موقع وهابیون کربلا رو تصرف میکنن در چند روز سه هزار نفر از شیعیان مرتد مرتد طبق نظر وهابیون رو به قتل میرسونن الجبه فراموش میکنه که مؤسس وهابیت یعنی عبدالوهاب دستور تخریب خانه پیغمبر خدیجه رو میده در مدینه آقای الجبر وزیر امور خارجه عربستان فراموش میکنه که در مبارزه با ناصریسم با سوسیالیسم عرب و ناسیونالیسم عرب بود که عربستان اقدام میکنه و از وهابیت به عنوان اهروم استفاده میکنه عربستان سعودی در سال 1961 از اهرومی به نام دانشگاه اسلامی مدینه استفاده میکنه برای گسترش وهابیت و مبارزه با ناصریزم عربستان سعودی در سال 1962 اتحادیه جهانی اسلام را برای مبارزه با سکولاریزم در منطقه تشکیل میده بینندگان عزیز عربستان سعودی از سال 1953 تا به امروز بیش از چندین صد میلیارد دلار مخارج گسترش وهابی یعنی اسلام سیاسی و ایدئولوژی تروریسم اسلامی کرده 5 درصد از درآمد ناخالص عربستان سعودی از سال 1953 در واقع در رابطه با گسترش وهابیت ازش استفاده شده عربستان سعودی کادرهای زیادی را در دانشگاه مدینه در داخل عربستان تربیت کرد طبق اسناد خود عربستان سعودی در دانشگاه اسلامی مدینه چهل هزار نفر کادر وحابی تربیت شدند و به کشورهای آسیایی و آفریقایی منتقل شدند و در اونجا پخش شدند علمای وحابی عربستان سعودی به کشورهای مختلف در آسیا و آفریقا حرکت میکردن جوانان افراطی را دعوت میکردن به تحصیل به دانشگاه اسلامی مدینه و چهل هزار کادر تربیت کردند و به کشورهای آسیایی و آفریقایی فرستادن عربستان سعودی ده ها هزار نفر کادر دیگر وهابی را در خارج از کشور عربستان در دانشگاه های به اصطلاح اسلامی مانند دانشگاه اسلامی پاکستان در اسلام آباد تربیت کرد و این کادرها را در اختیار مساجد جهانی قرار داد بینندگان از مرکز جهادیستای عرب در جنگ افغانستان همین دانشگاه اسلامی عربستان در اسلام آباد پاکستان بود از بدنه جهادیستای عرب در پاکستان القاعده یمن به وجود آمد بوکو حرام در کشور آفریقایی در یکی از کشورهای آفریقایی در واقع پدید شد الشباب در سودان پدید شد القاعده در الجزایر پدید آمد که بیش از دویست هزار نفر رو در القاعده به قتل رسون. احرار الشام در سوریه که هم اکنون فعاله و مورد حمایت عربستان سعودیه همه اینا رهبران القاعده بودن اینا رو عربستان سعودی این پدیده رو به وجود آورده آقای الجوبر در این مصاحبه با روزنامه فرانکفورت آلگمین ساتوم چنین مطرح میکنه که عربستان امام به دنیا نمیفرسته برای مساجد در دنیا نمیفرسته او فراموش کرده که چل هزار کادر در عربستان تربیت شده کادر وهابیت در دانشگاه اسلامی مدینه اون فراموش کرده که عربستان سعودی در پاکستان چهل هزار مکتب قرآن ساخته و هزینه این مکاتب را همکنون عربستان سعودی پرداخت میکنه بوکو حرام در نیجریه بود بینندگان عزیز من اینو به یاد آمد یه دقیق مطرح بکنم عربستان سعودی چنین مطرح میکنه آقای الجبر که جلوی کمک مالی رو به افراتیون اسلامی گرفته آقای الجبر فراموش کرده که این بندربن سلطان بود این شاهزاده بسیار مقتدر عربستان سعودی بود که آن زمان سفیر عربستان در آمریکا بود و چنین مطرح میکرد هر مقدار پولی که آمریکا به مجاهدین افراطی افغانستان کمک بکنه عربستان سعودی یک میلیون اضافه بر اون کمک خواهد کرد آقای الجبر فراموش کرده که عربستان در جنگ افغانستان بیش از 5 تا 6 میلیارد دلار به مجاهدین افراطی به ویژه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کمک کرده و اینا مطالبی است که آقای الجبر فراموش کرده جالبه که الجبر در رابطه با سوریه چنین مطرح میکنه که بشار اسد مغناطیسی است است که باعث جلب شدن تروریستا از جهان میشه یعنی بشار اسد با موندنش در سوریه در واقع جهادیستای عرب رو جلب میکنه به جنگ بر علیه بشار و دنیا همین تز عربستان سعودی در زمان نجیب در افغانستان مطرح میکرد و عربستان سعودی یکی از اون کشورهایی بود که باعث سقوط نجیب شد اونا مطرح میکردند که نجیب یک مغناطیسی است که تمام جهادیستای عرب رو به افغانستان جلب کرده اونا فراموش کردند که در واقع با سقوط نجیب الله و کمک عربستان سعودی القاعده در افغانستان به وجود آمد طالبان به وجود آمدن و یازده سپتام به وجود آمد آقای الجبر فراموش میکنه که سلطنت عربستان سعودی در سال 1992 برای صدور وهابیت یعنی این ایدولوژی تروریسم وزارتخانه امور اسلامی رو به وجود آمد تشکیل داد در عربستان سعودی و نمایندگان وزارت امور اسلامی در تمام سفارتخانه عربستان و کنسولگری های عربستان در دنیا نمایندگی داشتند و اونها به گسترش این ایدئولوژی تروریست پرداختند. روزنامه ایندیپندنت انگلستان در 24 آوریل در ماه گذشته چنین می نویسه که عوامل ترور 11 سپتامبر از عربستان سعودی کمک می اینو اینا ایندیپندنت می نویسه بینندگان عزیز جالبه عربستان سعودی کمک میکنه به یکی از بمسازان القاعده که بتونه در آمریکا در استان در یک استانی بتونه این خلبان باشه یعنی کسی باشه که در حملات به 11 سپتامبر به دغلوهای نیویورک نقش داشته باشه شخصی به نام غسان شربی جالبه این غسان شربی که بمساز القاعده بوده در سال 2002 در پاکستان دستگیر میشه در خونه این قسان شوربی نیروهای آمریکایی در واقع سیای آمریکا نامه پیدا میکنن از سفارت عربستان سعودی در واشنگتن که به این آقای قسان شوربی اجازه میده که در آمریکا گواهی خلبانی خودش رو بگیره و در پروازها شرکت بکنه در ترورها شرکت بکنه عربستان چنین ایندیپندنت روزنامه انگلیسی چنین مطرح میکنه که بعد از پیدا شدن اون نامه در پاکستان اف بی آی به سفارت آمریکا در واشنگتن حمله میکنه جستجو میکنن و جالب گواهی نامه این بمساز القاعده را در سفارت آمریکا سفارت عربستان سعودی در واشنگتن پیدا میکنن چند روز پیش آقای رودی جولیانی شهردار نیویورک که در حملات 11 سپتامبر شهردار بود چنین مطرح میکنه که یکی از شاهزاده های عربستان سعودی برای اینکه او بتونه افکار عمومی رو منحرف کنه به او ده میلیون دلار پول داده بوده چکی به داده بوده به مبلغ ده میلیون دلار و جولیانی امروز میخواد که باید نقش عربستان تعیین بشه در 11 سپتامبر بوب گراهام یکی از سناتورهای معروف آمریکایی سناتور دموکرات چنین مطرح میکنه که مسئولان سعودی عربستان سعودی قبل از 11 سپتامبر میدانستند که ماموران اسامه بن لادن به آمریکا آمده و اونها به زودی عملیاتی انجام خواهند داد اینا بوب گراهام میگه میگه عربستان سعودی و خاندان سلطنت میدانسته که قبل از 11 سپتامبر عوامل اسامه بن لادن به آمریکا آمدند و مورد حمایت عربستان بودند اینا کسی میگه که خودش در تحقیقات نقش اساسی داشته دوستان مطالب زیادی که باید گفته بشه من مجبورم امروز از این مطالب بگذرم و فقط به این مطلب یک بار دیگه اشاره میکنم که آقای عادل الجبر فراموش میکنه نقش عربستان سعودی رو در این پدیده تروریسمی که امروز وجود داره دوستان اگه اجازه بدیم من یک مطلبی رو اینجا مطرح بکنم یا دو مطلب مطرح بکنم یکی اینکه برنامه های من روزهای جمعه خواهد بود فقط روزهای جمعه از ساعت 11 تا 11 و نیم خواهد بود فقط روزهای جمعه من برنامه خواهم داشت مطلب دومی که میخوام مطرح بکنم در رابطه با آقای بنی صدره در برنامه 25 ماه مه تلویزیون اندیشه من مصاحبه ای داشتم که این مصاحبه از من پخش شده زمانی که من در این برنامه تلویزیون اندیشه که در برنامه انتخاب زمان انتخاب بوده من مصاحبه میکردم و من درباره جاسوسان جمهوری اسلامی در این برنامه صحبت میکردم زیرنویسی ظاهر شده که بنیصد یعنی بنیصد را جاسوس دونسته نه سیاست مدار بینندگان میخوام به این مطلب اشاره بکنم که این زیرنویس بدون اطلاع من و بدون توافق من بوده من هیچ زمانی چنین مطلبی را مطرح نکردم که بنیسد سیاست مدار نیست و جاسوسه من معتقدم که بنیسد امروز یکی از کسانی است که بر علیه نظام جمهوری اسلامی مبارزه شدیدی را انجام میده خواستم این مطلب رو به اطلاع شما رسونده باشم از طریق برنامه خودم بینندگان وقت برنامه من به اتمام رسیده تا برنامه آینده بدرود